بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم به دانش آموزای عزیزم خیلی خوشحالم که امروز استارت میزنیم زیست دوازدهم هم رو انشاالله با امید خدا امروز یک بحث مقدمه ای براتون دارم که مباحث ژنتیک قشنگ از همون ابتدا براتون یک مرور بشه مطالبی که گذشته خوندین ولی یک مرور بشه براتون و بعد شروع میکنیم تحقیق آهی گریفیت با نکاتش کامل خدمتون ارز خواهم الهی به میده تا بریم شروع بکنیم بچه ها زیست دوازدهم فصل اول ملکول های اطلاعاتی دیگه زیست دوازده هم انشالله به امید خدا خط به خطشون نکته به نکته رو با هم محکم بیریم جلو شکل به شکلش هم تحلیل میکنیم فقط همین ابتدای کار دیگه بچه ها حسابی خوب گوش کنید و نکات رو برای خودتون یاد داشت بکنید این کادر هم که بچه این بغل براتون نوشته که طرح سوالات عددی و محاسباتی از مباحث این فصل در همه آزمون از, از جمله کنکور سراسری ممنوع است یعنی چی؟ یعنی آقا خیالت راحت ببین بچه ها ما تو زیست نظام قدیم مثلا سال 97 ما چهار تست حل مسئله داشتیم بهتون گفته بودم دیگه یه تیپ تستی داشتیم به نام حل مسئله تو زیست که مثلا سال 97 چهار تا تست هم داشت این یعنی این که آقا خیالت راحت دیگه شما حل مسئله ژنتیک این تیپ تست رو کلا تو کنکور مثلا همین کنکور اولین کنکور نظام جدیدی که سال 98 برگزار شد نبود دیگه اصلا تیپ تست حل مسئله بر ژنتیک دیگه نداریم فقط نکتهش اینجا این مهمه حل مسئله رو نداری باشه ولی مفاهیمش رو بچه خوب باید یاد بگیریم که بتونید به اونده خدا راحت تستای ژنتیک رو بزنید متن رو با هم بخونیم یکی از پرسش هایی که یافتن جواب بران بیش از پنجاه سال طول کشید این بود که ژن چیست و چه چی ساخته شده پاسخ این سوال به ظاهر شاید ساده باشه ولی برای رسیدن به اون پژوهش‌ها و آزمایش‌های زیادی انجام شده که در حال حاضر هم ادامه داره در این فصل مطالب در قالب زنجیره از آزمایش توضیح داده میشه که نتایج اون آگاهی ما رو از ژن و مولکول‌های مرتبط یعنی دی‌ان‌ای و آر‌ان‌ای و پروتئین بیشتر میکنه آشنا شدن با ساختار مولکول‌ها مقدمه ای است برای فهم بهتر فصل دیگر این کتاب همچنین در کنار این مباحث با سازوکار مولکولی و چگونگی ذخیره و انتقال اطلاعات وراثتی آشنا می‌شویم این یه بود که خودش متن چیز خاص نداره فقط این مقدمه براتون گفت بسم الله گفتار یک نک اسید ها حالا من برات یه مقدمه چینی بکنم ببینید بچه ها چون میخوام ژنتیک رو خوب یاد بگیریم ابتدای این کلیپ اون بذار من قشن این مباحث پایی قشن فونداسیون ژنتیک تو ذهن پیریزی بکنه به من خوب گوش کن بهت بگم قشن تو ذهنت بشین و وارد بحثمون بشین قشن پس گوش کن ببینید بچه ها از فصل اول دهم ده یادت یادته گفتیم آقا این چه جوریه چه قاعده ای داریم که مثلا به این دیوار نمیتونیم بگیم زنده به میز نمیتونیم بگیم زنده چه جوری به یه سری ها میگیم زنده به یه سری میگیم غیر زنده چه بر اساس چه قاعده ای چه اسلوبیه این داستان شی بود ببین یه سری زیست نشستن دور هم گفتن آقا بیا یه اسلوبی بذاریم که به این بگیم زنده به اون بگیم غیر زنده جدا کنیم اصلا یک وجه تمایزی باشه دیگه اومدن دورم نشستن به هفت ویژگی رسیدن هفت ویژگی حیات که بلدی گفتن آقا هر چیزی رو پیدا کردی که هر هفتا رو داشته باشه یه دونش هم نداشته باشه غیر زنده است هر هفتا رو داشته باشه من به میگم زنده شد هفت ویژگی حیات که بتونم تو کارگاه گفتم یه کلک برای خودت بذار که این هفت ویژگی حیات همیشه تو ذهنت باشه کلکش چی بود بهتون گفتم ببینید بچه ها. همه موجودات زنده یه میل به پرستش خدا تو وجودشون دارن میل به پرستش زنده ها پس برای خودت کد بذار زنده ها هفت ویژگی حیاتشون پرستش پرستانه این واژه پرستانه رو یادت باشه آقا پرستانه چجوریه؟ جوریه اولاشه ببین پرستانه پش یعنی پاسخ به محیط همه موجودات زنده به محیط پاسخ میدن پر رش یعنی رشد نمو که شما بچه‌ها میدونید رشد با نمو فرق میکنه پر از سش، سازش با موجود. همه موجود زنده با مایید سازگار میشن. پر از ت ت یعنی تولده این هم ویژگی همه موجود زنده است. پر از تا، الفش یعنی انرژی. همه موجود زنده به انرژی نیاز دارن. پر از تا، نه. نهش یعنی نظم و ترتیب و هی کوچیک کوچک هم یعنی همیستایی و همستثی. حفظ حالت پایدار. که خودتون دیگه اینا رو بلدین فقط یه مرور کردن. گفتن آقا این هفت ویژگی رو داشته باشه بهش میگم زنده یه دونش هم نداشت میگم غیر زنده پس جدا کردن زنده ها رو غیر زنده ها جدا کردن حالا غیر زنده ها رو بذار کنار زنده ها رو که جدا کردن اووردن شما ها زنده این دیگه هفت ویژگی حیاتو داری زنده ها رو جدا کردن اووردن این بر گفتن آقا این زنده ها که چی دیگه زندن جان دارن شدن جانداران جان دارن گفتن این جانداران نمیتونیم خانواده خانواده کنیم دیدن آره میشه یعنی اینا رو گروه گروه کردن همه اینا این یعنی هر موجود زنده تو ورداری بیاری جزو یکی از این پنج خانواده است پنج گروه این همه اینا رو شدن پنج گروه هر که تو ورداری بیاری که زنده باشه تو یکی از این پنج گروه میشینه اون پنج گروه کیا بودن نهم خوندید کیا جانوران گیاهان آغازیان قارچ ها باکتری. این شد پنج گروه جانداران تو تستا بچه ها مواظب باشین دید جاندار و جانور خطای دید نزنید ببینید بچه ها. جانور جاندار است ولی هر جاندار جانور نیست این جمله دو سمته که خودتون حرفه ای هستید علی حال پس شد به پنج گروه رسیدیم جانداران وقتی داشتن روی اینو تحقیق میکردن دیدن یک ویژگی مشترک همه این پنج گروه دارن همه این جانداران دارن چی سلول همشون سلول دارن حالا بعضشون بنده خود یه سلولن ولی بعضشون چند سلوله ولی وجود سلول ویژگه مشترک است داره همشون گفتن آقا این سلولی که برای این ویژگی برای هر پنج گروه ویژگی مشترکه تو هر پنج خانوادهه، پنج گروهه، سلول یه مدله؟ بررسی کردن تحقیق کردن آزمایش زیادی کردن دیدن نه این سلول هم تو میتونی دوباره خودش رو به دو گروه کلی تقسیم کنی یوکاریوت پروکاریوت که شما هم بچه ها میدونید دیگه این چهارتا یعنی جانوران گیاهان آغازیان، قارچ‌ها اینا یوکاریوت سلولشون باکتری پروکاریوت آقا یعنی چی پروکاریوت چه تفاوتی با هم دارن؟ یک تفاوت مهم که من نیاز دارم باره بحث جنتیکه من میخوام دست بذارم روش که شما هم میدونید وجود هست است ببین بچه ها تو سلول یوکاریوت تو میتونی هسته رو ببینی. اما در پروکاریوت هسته به هیچ وجه حضور و وجود نداره حالا اینو میخوام بگم آروم آروم میخوام وارد بحث دیگه حالا هسته و داستان ماده ژنتیک بشم آقا یه سوال این بنده خدا پروکاریوت همین باکتری بنده خدا هسته نداره نه حسه نداره ماده ژنتیک پن نداره چرا ماده ژنتیک داره اما ولواز افتاده تو سیتوپلاسم البته بچه تو مقالات به این ناحیه میگن ناحیه نوکلویدی ولی تو سیتوپلاس هسته سازمان یافته ای نداره افتاده اون افتاده او تو سیتوپلاس پس ماده ژنتیکی داره ها تو هسته ای سازمان یافته که دور اینو بگیره نیست سوت بالا سوت داده حالا یکم آروم آروم برم تو یوکاریوتا یکی دیگه از تفاوت یوکاریوتا و پروکاریوت چی بود وجود اندامک های قشادار که در یوکاریوتا میتونی ببینی ولی این بنده خدا نداره اندامک های قشادار باز یکم محدود تر کنیم داریم زوم میکنیم ها یکم زوم کنیم تو این اندامک های قشادار من با سه تا از این اندامک های قشادار کار دارم اون سه تا کیان میشناسید میتوکندری کلوروپلاست و هستم که میدونید اندام کیس قشادار. این سه تا بچا دو تا نکته مهم دارن یک این سه تا نه تنها قشا دارن بلکه دو قشا هم دوبله دارن دو قشا هم نکته اول نکته دوم وجود ماده ژنتیکی برا خودشون اینو ماده ژنتیکی برای خودشون دارن این سه تا هسته که میدونید میتوکندری کلوروپلاست هم برای خودش ماده ژنتیکی داره که اینا میدونید دارن مرور فقط یه تفاوتی داشت هست ماده ژنتیکیش دی خطی خطی که تو این گفتارم میرسیم باش صحبت میکنیم اما میتوکندری کلور پلاست این دینشون دی این این دو سر به هم وصل حلقویه ولی هست خطیه حالا اینا رو تا اینجا داشتی؟ حالا یه ای بگم از این روزم اینا رو دارم آرومانو برای گذارم میکنم یه نکته‌ای این سلول رو دیدی اومدن بررسی کردن تو یک بعد دیگه هم روش آزمایش کرده بودن گفتن آقا اصلا این سلول چه موادی ساخت خدا اینو چجوری ساخته چه موادی ساخته شده در کلا سلول بچا از دو دسته مواد ساخته شده مواد معدنی مواد عالی مواد معدنی مثل آب مثل یونها مواد عالی چهار ملکول اصلی زیستیه مواد عالی سلول که البته بعد از خدا رحمتش کنه آقای میشر چهارمیه اومد وارد بازی شد تا قبل اون اون ستا رو میشناختن چهارمیه نوکلوک اصلی که امروز میخوایم روش صحبت کنیم اما من اون دیگر دیگرم یه مرور بکنم بچه‌ای که اگه کلیپای دهمو ندیدن همون ابتدای فصل دو رو که من وقتی تو ده دهم شروع کردم این چهار گروه رو ده چون دسته بندی داره البته الان براتون باز مرور میکنم چون کنکوری هم هستیم براتون مرور قشنگ تو ذهنتون یه ریویو بشه ولی اونجا دستاندی پای تخت قشنگ تمیز نوشتم که میتونید وارد جزواتو بکنید ولی الان با هم یه مرور بکنیم اون چهار مولکول اصلی که مواد عالی سلول تشکیل میدن کیان یک خانواده کربوهیدرات ها اینا رو خوب گوش کن کربوهیدرات ها بچه ها خودمونی بگم خانواده قند ها کربوهیدرات ها اول دو دسته بندی خان... اینا بچه علم کلا همینه دیگه دسته بندی میکنه قشن دست... دید دید دسته دسته کردم کربوهیدرات هم ابتدا دسته بندی میشن. میشن پنتوزها و هگزوزها کربوهیدراتها داریم صحبت میکنیم دیگه کربوهیدراتها دو دسته کلی پنتوزها و هگزوزها آقا یعنی چی شما بچه تو زیست به شش عدد یونانی نیاز تو یک تا شش نیاز دارید البته بیشتر شما برای شیمو اینا استفاده میکنید ولی ما برای زیست هم تا شش یونانی نیاز داریم میدونید یه بار من فقط بگم براتون مروش از یک بشماریم اعدادش مونو دی تری، تترا، پنتا، هگزا این شیشتا رو ما نیاز داریم داده گفتم دو دسته کلی چی میشن؟ پنتوزها و هگزوزها آقا من از این پنتوزی حس پنتا یه پنجی توش میشنوم از هگزوزه هگزا یه عدد شیشی توش حس میکنم آفرین به همینه آقا چی شده که میگیم پنتوز و هگزوز به خاطر اینکه این بنده خدا پنتوزها اینا پنج کربونی هن برای این پنجا توش احساس میکنی هگزوز ها شیش کربونی ان برایم هگزا عدد شیش رو احساس میکنه پس پنج کربونی شیش کربونی پنج کربونی که پندوز ها خود اونم باز دو نفرن دو گروه میشن کیا ریبوز و دی اکسی ریبوز که داریم اشها نیازش داریم این هستید هگزوز ها خودشون سه خانواده میشن کیا مونوساکاری دیساکاری پولیساکاریت. مونوساکاری کیا بودن که اینا دهم گفتیم ولی مرورش شد گلوکوز فروکتوز گالاکتوز آقا مونوساکارید دیساکارید این داستانشه اینم حس میکنه دیگه مونوساکارید مونو, مونو ان تکی ان دو تایی ان پلی ساکارید بچه ببینید یونا دیگه از یه جای بعد حال ندارم بهش مونن مثلا اینکه مثلا میره جلو در رفیقت میگه آقا دو ساعت دم خونه تا حالا خدا وکیلی یه به وایس دیا یعنی خیلی زیاد وایس میبینی یعنی دیگه خیلیه یونا نمینه دیگه یه جای بعد حال ندارم میگن پلی زیاده دیگه نمیشه حال ندارم میگه پلی مثلا بهتون گفتم ببین واحد, واحد رو میگیم مونومر اینا وقتی با هم زنجیر ببین مثلا ت... مثل تسبیح هست دونه هاشو میگیم مونومر اینا وقتی با هم زنجیر میشن دیگه به این زنجیره میگیم پلیمر پلی دیگه پلی ساکارید اینا نوعی پلیمر است که از مونومر هاش با هم زنجیر شده ها بس کیا شدن گلوکوز فروکتوز گالاکتوز دی ساکارید این دو تا اینا کیان مالتوز ساکاروز لاکتوز پلی ساکارید که زنجیرن و پلیمرن اینا هست تا... که از مهمترینشون هم که میشناسین گلیکوژن سلولوز نشاست این خانواده کربویدون گفتم چهار ماده عالی اصلی سلولوز داریم می میکنیم دومیش پروتئین که انشالله با امود خدا دوازده هم میریم پروتین مفصل جوندار با هم بررسیش میکنیم مجمل بگم پروتئین هم بچه اولا پروتین هم خیلی مهمه برسه خیلی کارهای مهمی به دوششون اونا هم پلیمرن زنجیرن آقا شما گفتی پلیمر ها مثل تصفیه از یک مونومر های ساخته شد آره خب پروتئین پلیمر آره مونومر هاش از چیا ساخته شده این مونومرش کی آمینو اسید که میرسیم ان شاء الله اون طورش صحبت هم میکنه. این اینم هست خانواده بعدی گفتم چهار ماده عالی اند لیپید ها خودمونی بگم خانواده چربی ها که اینا بچه چهار گروهن. این لیپیدها ها چهار گروه فوسفولیپیت ها که خیلی هم مهمه که بیشترین ملکول قشا از فوسفولیپید ساختارش هم تو دهم ده رو بررسی کردیم استروید ها که معروفشون کلسترول که میشناسی کلسترول در هر قشایی نیست اما در قشای سلول جانوری هست که اینا میتونید فوسفولیپید ها استروید ها موم ها که اینا رو بهتون توضیح دادن دهم دیگه و تریگلیسیرید تریگلیسیرم ساختارشو ده هم, ترگلیزی هم, ساختار هم, با هم بررسی کردیم چهار مولکول عالی اصلی سلول کیا شدن؟ کربویدرات ها با خانوادش پروتین ها لیپید ها این تا قبل آقای نویشر این تا قبلش اینجوری میگفتن مواد از سلول از چیا ساخته شده یه زیست شناس مثلا قبل خدا رحمتش کنه آقای نویشر میپرسیدی میگو آقا مواد معدنی مواد دالی این مواد مدنیش مواد دالی هم. این سه گروه اینجوری بود آقای نویشر بعد اینه این بزرگواره سال 1869 داشت با این اسپرم بند خدا ماهی ها گوجه سبا هستش داشت از تو هسته یه یه مادهی داره بود پیدا کرد خدا این چیه؟ بررسی کردید دید پروتین نی یکم بررسی کردید چون سه گروه فکر ماده دید ماده عالیه گفت پس بعد یکی از این ستا باشه دید پروتین نی دید لیپید چربی نی دید کربوهیدرات هم نی خواهد بلاخره یک... چون تا اون موقع علمشون اینجور بود فکر یکی از این ستاست. بررسی کرد دید نه یک ستا نیست گفت بعد چیه خودش هم بنداختم مون خدا رحمتش کنه آخرش هم نفهمید چیه از اون رفت بله خب دمش کم دیگه استارتو زد و ادامش دیگه دانشمندای دیگه اومدن پیگیر کرد بنده خدا من نمیدونم این چیه ولی هرچه از این ستا نیست این ستا نیست منم نمیدونم چیه ولی اسمشو میذارم نوکلوئیک اسید این بنده خدا گذاشت نوکلوئیک اسید چرا گفت من نمیدونم چیه ولی از تو حسه پیداش کردم نوکلوئیک هسته ایه من تو هسته بیداش کردم اسید چون رفت پهاشش هم بررسی یه خاصیت اسیدی ضعیفی هم داره گویا اسید هسته ولی من نمیدونم چیه بعدها به 1869 بچه قبل از داستان گریفیت ها بندقه پای گذاری کرد. اومدیم 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 رسیدیم به گریفیت که الان می‌ریم سراغش این مباحث پایایی بود که خدمتون گفتم تا اینجا پس گرفتی حالا بچه هم بریم چهارمین ماده عالی سلول رو ما هم بررسی کنیم چیز که آقای میشر بنده خدا اینجوری این داستان که بهتون گفتم بدش یه نکته اینجا بهتون بگم طبق پیشنهاد دانش آموز عزیزم مثل خودتون که مادر به من گفتن که آقا چون دوازده ماه هستیم تایم برام مهمه میخوایم ساعت مطالعه بالا پر کیفیت مطالعه بکنیم اینها تو ضبط زیست دوازده ها اگر میشه دیگه بیشتر بدانید ها چون تو کنکور نمیاد دیگه زمان براش نذارید دیگه نخونین فقط اون مباحث اصلی رو روش کار بکنیم که انشالله ما تایم اونم صرف جویی بشه که بتونیم برای بیشتر برای کنکور وقت بزنیم برای همین من به پیشنهاد اونها و به احترام خود شماها باشه این کارو نمیکنم و بیشتر بدون روش وقت نمیذاریم ولی خب بچا یه سری بیشتر بدون خوبه سر بیشتر مدت ها فهوای خوبی داره اونا رو میخونم دیگه اونها رو دیگه اونا رو میخونم ولی آره اینکه دیگه هر بیشتر بدون مثل دهم ده مثل یازدهم که هر بیشتر دو با هم بررسی میکردیم که میل خودم بچا اونجوریه ها چون بارها گفتم بیشتر بدون بس کی گذاشتن حالا قبول چون تو کنکورتون هم نمیاد باش ولی اینو دوست دارم بخونم این بیشتر بدون خوبه ولی باشه بیشتر بدون دیگه رو اونایی که بازم میگم ما. اونایی که ببینم مطلبش مطلب خوبشه اونا رو براتون میخونم دانشمند سوئیسی خدا رحمت کنه منو آقای میشر در سال 1869 نوکلئیک اسیدها رو کشف کرد اون ترکیبات سفید رنگی رو از حسه گوشه سفید انسان و اسپرم ماهی استخراج کرد برمی‌رم یهو برد بیرون که نسبت نیتروژن و فسفات در این ترکیبات با نسبت آن در ترکیبات حاصل از بخش های دیگر یاخته متفاوت بود. همین باعث شد که میشه این ترکیب زیستی رو به عنوان ترکیب جدیدی معرفی آقا یه چیز جدید بده اینجوری یه چیز جدید پیدا کردم تو الان شما فکر می‌کنید ستا بودن من چهارمی بود او این ماده رو نوکلئیک اسید اسید هسته‌ای نامی چون از هسته استخراج شده بود و خاصیت اسیدی ضعیفی هم داشت هم هم که استارت بحث‌های ژنتیکو زد و بزرگوار دیگه اومدن ادامه دادن پس بریم شروع کنیم نوکلئیک اسید دیگه خوب گوش کنید هر یک از یاختای بدن ما ویژگی های مانند شکل و اندازه داره این ویژگی تحت فرمان هست است البته این که بچه ها یاخته کلا سلول ویژگی هایی داشته باشه شکل و اندازه قبول ولی حواست باشه ها این سلول وقتی داره روز حسه رو میخونه ما صبح چون بنده خدا خودش گفت ما دیگه ما رو خودمون جانور رو داره بررسی میکنه منظورم اینه یاد باشه اسم هسته میاد برای هر سلولی صدق نمیکنه تو سلولی میتونی پیدا بکنی که این بنده خدا پروکاریوت دو سلول زنده ای هم در یک جانور هستن بیا هم ما رو مگه نمیگی خودمون رو داری میگی جانور انسانو داری بره من سلول زنده وارد میارم که اصلا گلول قرمز بالغ این استثنا رو حواستون بهش باش دستور عمل هسته فرمان دست دیگه هسته چون رهبر هست دیگه اون ماده ژنتیک اون دی ای خطی که داره رهبری میکنه دستور عمل هسته در حین تقسیم از یاخته به یاخته دیگر تقسیم یاخته ها روزه مفصل با هم داشتیم و در حین تولید مثل از نسلی به نسل دیگر منتقل میشه اطلاعات و دستورالعمل فعالیت های یاخته در چه قسمتی از هسته ذخیره میشه؟ آ کجا مگه نمیگه حاوی دستورالعمل مگه صحبت نمیخوایم بکنیم تو این فاز اطلاعاتو داریم میگیم. کجای هسته؟ اینو میخوایم بررسی کنیم. قبلا آموختین که کروموزوم فارسی کروموزوم ها در هسته قرار دارن و در ساختار اونها دی ای و پروتئین مشارکت میکنه. بهت گفتم دیگه یه مرور کنم اینو. کروموزوم یا این فصل 6 با هم صحبت کردیم کروموز گفتم آقا کروموزوم چیه گفتم آقا این دی ان ای مگه نمیگیم دی ان ای طویل و خطی و درجه یک مگه دورش نمیگردی مگه نمیگی دمش گرم انداختیم اینو بسته یخت پروتئین هم ریختیم یه بسته بندی یخت پروتئین هم ریختیم به این بسته بندی ای این کروموزوم فقط یه سوال هر کروموزوم چند تا دی ان ای طویل داره سوال کن ازش بگو این یاخته تو تو کدوم مرحله است اگه تو جی 1 مثلا بنده خود جی 1 تو میدونی کروموزوم ها تک کروماتی دیست و این کروماتید یه دونه تو به ازای هر کروماتید یه دونه دی ای داری ولی تو کروموزوم میتونی دو کروماتی دی باشه اینا رو دیگه بلدی یعنی اس همان دی ان ای به که ان شاء الله اون هم داریم جلوتر که دیگه کامل تو اس چه اتفاقی افتاد جلوتر رو داریم شما بعد از اس وقتی سازی انجام میشه یک کروموزومه ولی دو کروماتیدیست در دو دی ان ای اینا رو حواستون باشه ولی ایال میدونید دیگه بس بندیش من خدا کروموزوم هست یا تا برده این هم گفتیم اینجا یا تو برده این هم گفتیم کدام یک از این دو ماده خب ما آقا میگیم تو کروموزوم مگه نمیگه دی ان ای و یخت پروتئین داریم کدوم یک از این دو تا ذخیره کننده اطلاعات وراثتی ام تابلو دیگه دی ان ای سوال مشخصه این ماده دی ان ای که به عنوان ماده ذخیره کننده اطلاعات وراثتی عمل میکنه اما دانشمندان چگونه به این پاسخ چجوری فهمیدن اشقی؟ آقا نه بابا ببین اولش گفتیم آزمایش های متعدد اطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی از فعالیت ها و آزمایش های باکتری شناس انگلیسی منم گریفیت خدا رحمت کنه به دست آمد او سعی داشت واکسنی برای آنفولانزا تولید کنه میدونید چرا بچه‌ها تو اون زمان بنده خود زمان آقا اینا جلوتر عکسش آقا گریفیت بنده خود میشه اون زمان فکر میکردن که عامل آنفولانزا باکتری باشه استرپتوکوکوس نمونیا این بنده خود اون زمان اینو همین هم اینو هم این هم این هم فکر میکرد دیگه بعدا فایده نبا واسه آمل آنفلانزا ویروسه استرپتوکوکوس نمونیا هم بچه ها آمل رو بگم زیاد هم شدید میگه زاتوریه ریه شوش دیگه التحاب شوش سینه پهلو این کتاب میگه سینه پهلو هم زاتوریه الان, الان بین اون زمان بند نقطه فکر میکرد که آمل آنفلانزا است. حالا قشنگیش هم بچه ها اینه ها ببین اصلا هدف تحقیقش چیز دیگه بوده خدا ببین چی گذاشت سر مسیرش بنده خود دنبال این داستان بود اطلاعات اولی در مورد ماده ورسلا فعالیت وازومش باکتری شانس گریفیت سر اون سعیدش واکسن برای آنفولانزا تولید کنه اصلا روز اون ور بود یو اصلا اومد این و رو استارت چه چیزی خورد در آن زمان تصور میشد عامل این بوری نوع باکتری و با نوع استرپتوکوکوس نمونیا باشه که بهتون گفتم این اصلا رابطه با آنفولانزا نداره مولد ذاتوریه همون التهابش یا سینه پهلوه اون موقع بنده خدا فکر می‌کردن آنفولانزا عاملش این باشه آقا این معنی چیه؟ سوال میشه برادر دیگه اشکال نداره بازه معنیش هم بهت بگم استراب تو بچه یعنی چی؟ یعنی رشته ای اشکال نداری معنی واجه دیگه رشته ای کوکوس یعنی کورب بیا شکلش رو ببین بازه اینجوری تا تو ذهنت میشه قبول داری کورویه؟ گرده دیگه خدا بکره قبول داری؟ بیا گرد برای همین دارن اسم باکتری ها رو برای شما نداری تو نظام قدیم بچه ها داشتن. باکتری هم اسم میخوای روش بذاری تا بالاخره بند خودم پژوهش بکنه نمیتونی بگی باکتری کلی با میخوان تحقیق بکنن برای خودش برای همین این زیستشناس های محققین این رو قشن مشخص میکنن استرابتو یعنی بچه اینا به صورت رشته ای دوره هم جمع میشن کوکوس کوروی نمونیام. ها اسم قد... قدهونی بگم اینو. اسم قوم قبیله اسم گونش شه ها یعنی دیگه وقتی یه جایی توی تخت میگن استرابت کوکوس نمونی دیگه متوجه میشن این روز خوب ساخت های کوروی رشته ای هم دور هم جمع میشن خوب نمونیام هم که گونه شه منظورش حالا بدونید بد نیست این مهمه ها که میونی کوروی این تو شکل به داده علایا گرفت من خدا با دو از این باکتری آزمایش‌های آزمایش های روی موش‌ها داشت انجام میداد دو مدل از همین استرپتو رو داشت داشت رو موش ها بند خدا آزمایش انجام نوع بیماریزای آن یه نکته بگم زا آلوده کننده بچه ها ترکیبه دیگه زیست ترکیبیه فصل پنج یازدهم هم یادته بحث ایمنی با هم میخوندیم اونجا بهتون ویروس وی رو گفتم گفتم ببینید بچه ها ویروس وی یه فردی هست دوره کمون نهفتگی میتونه چند سال از چند ماه تا چند سال دوره کمون نهافتگیش باشه شیش ماه تا پونزده سال میتونه دوره نهافتگیش باشه فرد آلوده است اما بیمار نیست چیزی که مدسه کتاب خیلی قشنگ بهت میگه تو دوره کمونه فرد آلوده است میتونه انتقال هم بده آلوده است اما بیمار نیست یه نکته اینجا میخوام هم همین رو بگم بچه اینجا هم آلوده با بیماره تو داستان موشر الان بهت میگم نکتهش فرق داره مواظب باش هر دو مدل این باکتری هست هر دو مدلش اینا هر دو مدلش آلوده کنندن ولی یکیشه که بیماری زاست و یکیش بیمار نمیکنه پس جفتشون آلوده کنندن اینو مواظب با دو از این باکتری آزمایش رو موشن داشت اون نوع بیماری زاشت نوع آلوده کنندش جفتشون آلوده کننده اون بیماری زایی که باسه بیماری میشه نوع بیماری زای آن پوشینه دار کپسول داره برای خود داشته باش جنس این کپسوله بچه پولیس ساکاریدیه داشته باش برای خود دیگه چسب ناکم هست بچه کمک میکنه به باکتری آقا همه باکتری ها نه همین الان داره بهت میگه دیگه دو مدلن یکی کپسول داره یکی نداره پس کپسول ببین وجوده کپسوله برای هر باکتری الزامی نیست میتواند داشته باشد میتواندم نداشته باشد جنسش هم بهتون گفتم بالوسا دیگه و اینجا چه نقشی داره نقش محافظتی دارد کپسوله کمک میکنه که سیستم ایمنی موشه نزن اینو داغون کنه نه. اما اینم بس بگم حیف داره خوب گوش میکنی اما برای جفتشون که آلوده کننده هستن سیستم ایمنی موشه پاتن ترشح میکنه اما اونی که کپسول داره دایورت براش اینکه که خوش ایزوله کرده محکم کاری به کارش نمیتونه چیزی بهش بگه خودمونی بگم بدون کپسول بنده خدا نه میاد میزنه داغونش میکنه سیستم ایمنی اون موشی که اینجا داریم این روزاشو میخونیم الا ایال گرفتید بنده دو از این باکتریو داشت یه مدل کپسول دار یه دونه بدون کپسول خب چیکار کرد آقا نوعی ریزار، اونی که جفتشون آلوده کننده بودن چه کپسول دار چه بدون کپسول ولی بچه اونی که بدون کپسول بود این آلوده می کرد ولی بیمارزا نبود کپسول دار آلوده می کرد بیماریزا هم بود نوع بیماریزاش کپسول داره بود که در موش سبب سینه پهلو زاتوریه ریه اما ولی نوع بدون پوشینش بدون کپسوله موش رو بیمار نمی کرد داخل پاکت همینجا ولی آلوده می کرد بیمار ببین ترکیب با فصل پا. بیمار نمی کرد ولی آلوده می کرد. خب آقا این چیه اینا بذار بهت بگم میگه آقا این چیه 200 نانومتر؟ برای خود میگم سوال میشه بچه‌هاش این سری این دوستون چه این دو میخواد بگه اندازش تقریبا با بند خدا با باکتری که داره میشه تقریبا بیش از 200 نانومتره اینم که آها اینم بذار چند تا نکته خوب از شکله بگم هی یاد جایی توی تست آزمونی جایی نیاد برات بدونیم اولا بچا کپسول یا این پوشینه رو میبینیم بنویس زخامتش از ز... میدونید که بچه‌ها باکتری ها دیواره دارن اما دیوارش با دیوار سلول گیاهی متفاوته ها زخامت کپسول بچه از دیوار خود این باکتری بیشتره خارجی ترینه میبینی خارجی ترین لایه است برای این با نه برای هر باکتری بدون کپسولش هم داریم دیگه همین الان داریم صحبت کنیم دو مدل داره خارجی ترین لایه ماده عالی برای باکتری آلوده کننده موش آلوده کننده گفت جفتش میشه بگو خ... کدوم کدومو منظورت بیماری زایه بگو آها کپسول است که پلی ما دالی داری صحبت کنیم بگو پلی ساکاریدی میشتن خانواده کربوهیدرات است این که میبینید این باکتری کروی است استراپتو کوکوس کوکوس کروی است آقا آزمایش چی بود به چی میخواست برسه اینجا رو باشه بنده خود بیا اصلا رو همین شکله برای توضیح بدم آزمایشش دیگه تو چهار مرحله بچه‌ها این گریفیت صحبت حواست هست دیگه گیری خودش روی موش آزمایش میکرد ببین من را اول باکتری های زنده پوشینه دار ها رو تزریق کرد به این بنده خدا موشه مرد سینه کرد بنده خدا هم زاتوریه گرفت مرد دید ا این هم آلودش کرد هم باعث بیماری و مرگش شد مرحله بعدی باکتری زنده بازم اما فا... از نوع فاقد پوشینه این بهتون گفتم دو مدل داشت فاقد پوشینه همون خانواده بهش تزریق کرد دید زنده بود بدون پو... یعنی بدون کپسوله یه چیزی جرقه زد تو ذهن گفت نکنه وجود کپسول باعث مرگ این شد چون آخه تفاوتش اینه دیگه این کپسول داشتین نداشت بگه نه همون باکتری همون خانواده است و چرا این مرد این زنده مون نکنه کپسول میکشه مرحله سوم این کارو کرد اومد اون باکتری کپسول دار بود خود باکتری با گرما کشت اما کپسول سالمون سوال سوال میشه برای آقا مگه با گرما نکشتش چرا چجوری میشه این کپسوله؟ چون بخاطر اینکه بچه اون حرارت اون میزان دمای اون حرارت که باعث مرگ باکتری میشه اون کت... کپسول پلیساکاریدیا رو از بین نمیبرد برد الان تزریق کرد تزریق کرد دید موشا زنده موندن دید پس نه ربطی به کپسوله نداره چون الان کپسولم هست من باکتریه رو کشتم دیدی زنده موندن پس این نسبت به کپسول هم دایورت کرد موش یعنی عملا گفت خدایا این چه چر... چیزی دمه گیر ببین تا اینجا شو ما هم بودیم انجام میدادیم دیگه با که اینو بزنم اینو بزنم اینو بدن این ما هم انجام میدادیم اما این تز اصلی از نظر من تو گریفیت این بود که دمش کم که خدا بازه ذهنش انداخت گفت بیام یه کاری کنم شاید من رو دستش مونده بوده دیگه مثلا یه سر از این کپسول داره که با گرمون کشته بوده یه سری رو دستش مونده بزن با اینا میاد آزمایش بکنیم فلان ولی دمش گرم یه سر از اون باکتری که با گرما کشته بود ولی کپسولش بوده ها خودشو کشته بود اومد ممزوج کرد مخلوط کرد با یه سر از باکتری زنده بدون پوشینه یا بدون اون کپسوله آقا یعنی چی یه سری از باکتری که زنده ولی کپسول نداشته آورد با یه سر از اون باکتری کپسولاری که خود باکتری با گرما کشته بود ولی کپسولش سالم برداش اوور مخلوط کرد مخلوطش رو تزریق کرد ببین بچه چیزی که ما الان انتظار داریم چیه میگیم باکتری زنده فاقد پوشینه باعث چی شد زنده موندنش همون باکتری پوشین داره که با گرما کشته بودی ولی پوشینش کپسولش بود باعث هم باعث زنده موندنش ما اینا رو جدا جدا دادیم موش زنده موند انتظار ما اینه خب جدا جدا دادی زنده مون با چی بشه زنده بمونه دیگه اینا رو جدا دادی زنده داستان این شد که قشنی شد تزریق کرد این دوتا رو با هم تزریق کرد یه دید مرد اه موشه چرا مرد داستان چیه رفت خون و ش... نکته که متن کتاب خیلی مهمه اینه میگه خون و ششش رو رفت بررسی کرد آقا چرا شش؟ با خاطر همین الان دارم میگم چون بنده این باکتری چیه ز... مولد ذاتور دیگه ال... ریه داری میگی التهاب شوشون شش افونت میکنه دیگه با سوفونت در شوش میشه برای رفت اونجا گرفت بررسی کرد رفت بررسی که چرا اینو مردن یهودیت اه جلل خاله دارم یه تعداد زیاد باکتری کپسولدار زنده میبینم گو من اصلا باکتری کپسولدار زنده تزریق نکردم من چی تزریق کردم باکتری زنده بدون کپسول باکتری مرده ولی کپسولدار الان این تعداد زیاد باکتری کپسولداری که زنده نه کجا اومده اون مرده که مسلما زنده نشد اینجوری نیست که یکی مرده و بلنشه فلان پس چه حالتی شده؟ اون بدون کپسوله که زنده بود کپسول دار شد این شد استارت بحث ژنتیک بریم اون صفحه متن رو برات بخورم گریفیت مشاهده کرد تزریق باکتری های پوشینه دار به موش پوشینه دار کپسول داره باعث بروز علائم بیماری یعنی باعث بیماریش میشه جفتشون آلوده میکنم این چقدر دارم تاکید میکنم ولی این کپسول داره باعث بیماری میشه اون باعث بیماری نمیشه ولی جفت آلوده میکنه و مرگ اونها میشه در حالی که تزریق باکتری بدون پوشینه به موش های مشابه باعث بروز علائم بیماری نمیشه باعث بیمار شدنشون نمیشه او در آزمایش دیگری باکتری پوشینه داره کشته شده با گرما رو به موش ها تزریق کرد و مشاهده کرد که موش, موش ها سالم موندن فهمید که پس کپسول باعث مرگ نیست باعث بیماری زایی نیست گرفتید نتیجه گرفت وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش نیست سپس تز اصلیشو انجام داد مخلوطی از باکتری های پوشینه داری که کشته شده بودن با گرما که جدا اینو زده و زنده بدون پوشینه که اینم جدا زده بود که جدا جدا زد موشا زنده موندن اومد اینو مخلوط کرد با هم زد به موشا تزریق کرد برخلاف انتظار چون انتظار نداشت تو جدا جدا زدی زنده مون چجوری الان با هم زدی باشه مرگش برخلاف انتظار موشا مردن او تو بررسی خون و شش های موش گفتم برای خود داشته باش چرا رفت شوش میدونی دیگه او در بررسی خون و شوش های موش مرده تعداد زیادی باکتری های پوشینه زنده مشاهده کرد این همه باکتری پوشینه زنده از کجا اومد مسلما باکتری مرده که زنده نشده که بلکه تعدادی از باکتری های بدون پوشینه به نحوی تغییر و پوشینه دار شدن کپسول داشتن یه نکته تستی داخل باکن بلکه تعدادی یعنی چی؟ اینم بچه ها حواستون باشه ها تو این داستان همه باکتری های بدون کپسول این نیست که همشون هم کپسول بشن ها تعدادیشون کپسول شدن پس یادتون باشه این داستان ها برای تو روز خون توی سی حواست باشه همشون هم کپسول نمیشن ها یه تعدادیشون کپسول شده بودن از نتایج این آزمایش ها مشه این بنده خدا میبینیدش از نتایج این آزمایش مشخص شد که ماده وراثتی میتواند به یاخته دیگر منتقل بشه آروم آروم میخوایم بریم خودمون سوق بدیم رو این داستان ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقالش مشخص نشد و خدا بچه هیریفید آخرشم هم نفهمیده حالا البته الان به این پدیده که ماده ور... یه یاخته این ماده وراستی از بیرون بگیره درنچه باسه یک تغییر ظاهری در خودش بشه مثل همین باکتری بدون کپسول از بیرون گرفت یه تغییر ظاهری ایجاد کپسول کرد کپسولارو خودش تشکیل کرد. یه چند تا سوال قشنگ اولا اینو بهت بگم گریفید ببین نتیجه نسید این عامل کی بودا ماده وراثت، اینا رو نفهم فقط این نتیجه رو انجام داد ولی ببین اینا بچا پایگذاری میکنن دیگه تحقیقات بعدی یه سوال قشنگ که معمولا اینجاها تو این مباحث به اینجا میرسه دانش آموزهای مثلا یه کم برن اینو میپرن آقا جان پلی مگه نگفتی کپسول پلی ساکاریدی آره اینجا شما داری میگه ماده وراثتی اومد خب ماده وراثتی اومد و واسه تغییر ظاهری برای کپسول بدون پوشینه شد و کپسول دار شد آره خب کپسولی که پلی شما از دهم ده به در ما رو ای داشتی میگفتی آقا پروتئین ها کی اون سازن دستورش رو میدن برای ساختش اون ماده ژنتیکی دستور میده پروتئین رو دستور میده هست ببین ماده ژنتیکی در حال حد... که انشالله جلوتر هم میریم برای خودمون دستور ساق از هسته میاد و اینا که البته تو, تو پرکاریوت دستور ساق از همون سیتوپلاسم میده وقتی میخوای پروتئین سازی بکنی می بلاش می آهای می این می که میرسیم حالا بش ولی شما رو پروتئین هم گفتی آقا پلی ساکارید هم هسته دستورشو میده اینجا اینجوری داره میگی نه اینکه بگم صرفا مستقیم اون داده ولی دمت گرم که این سوال به ذهن رسید نه که بگم دستور پس آقا ماده وراثتی اومد پس چه جوری باعث شد پلی ساکارید ایجاد بشه دمت گرم ماده ژنتیکی بچه ها مستقیم دستور ساخت پروتئین رو میده بله کپسول پروتئینی نیست اما میدونی چی شد که این بدون کپسول کپسول دار شد اون ماده وراستی که اومد دستور ساخت یک سری آنزیم های پروتئینی رو داد آنزیم های پروتئینی در این باکتری بدون کپسول اون اونها باعث ساخت این کپسول پلیساکارید شد یه نکته دیگه این خوب گوش میکنم ترکیب کنم با تایم اونم تمام چند تا نکته رو بگم دوات کنم. یه نکته مهمه دیگه آقا از دهم ده ما بحث اینکه ماده وراثتی بگیره یک جان داری بهش میگیم تراژه الان من میتونم به این باکتری بدون کپسوله که از اون کپسولا رو مرده دیگه گرفته یه نکته همینجا داخل باکت داری گوش میکنی و چون اینم یادتون باشه اینکه از یک یاخته به یاخته دیگر داره بهتون میگه ماده وراثتی منتقل بشه اون یاخته میتواند یه یاخته مرده ای باشد و ماده وراثتیشو منتقل بکنه مثلا همینجا مثالشو داری دیگه آره پس الزامی نداره از یک یاخته زنده به یک یاخته زنده میتونه که داره منتقل میکنه مرده باشه به این یاخته ولی اینی که میخواد بگیره تغییری بده یه تغییر ظاهری بده دیگه این باید زنده باشه دیگه آقا یه سوال الان به این باکتری بدون کپسوله که مد از اون به بد... کپسولدار مرده گرفت و باعث یک تغییر ظاهری در خودش شد کپسولدار ببین میتونم بگم تراژن مد وراثتی گرفته دیگم. نه جایی هم دیدی تو تست بهش گفت تراژن خط بکشوش به درد ما نمیخوره آقا رو چه حسابی فصل اول ماسمال کرد ببین خدمت سن کتاب درست بعد بخون فصل اول تا همون دهم تعریف تراژن چی بد کتاب میگه میگه زمانی که جاندار ببین ماده برسته از گونه دیگر بگیره اینا هم گونن. اینا یه خانوادن اینجا تو نمیتونی بهش بگی تراژد پس مواظب باشا از گونه دیگه بگیره به این جان داره که گرفت میگیم تراژد اینا رو مواظب باش که براتون ترکیب کنم الو ایال این تا اینجا بمونه ادامه شیشاله جلسه بعدی برسم خدمتون با هم در این جلو در پناه خدا باشیم یا علیم.